بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق واستمر في عادتك پیش از اینکه کشور اشغال کنه یا ضمناً که اشغالش کرد تهاجم فرهنگی برنامه های ایمانسوز ولی نوجوانا چون متاثر از امو چهره های کاذب سینمایی است فکر میکنه استاد به این خوش میشه باز یک پوستکارت بچه فیلم میگیره پسرش نشته میکنه استاد محترم روز معلم رو شما تبریک اگر از یک نوجوان پرسان کنی که آقا جان حضرت مصعب بن عمیر میشناسی بیچاره معصومانه سنت سعی میکنه یعنی جوابش ایست که متاسفانه نه حضار نهایت گرامی غالبا در تمام جهان اضافه تر از 6 میلیارد انسان زندگی میکنه نیم جامعه مرد هست و نیمش زن هست ولی هر انسان 24 ساعت در تلاش یک گم شده هست این گم شده چی هست؟ نجات امن، سکون، آرامش، رفاهیت موقعی که تمام کلمه ها را جمع کنین در یک کلمه خلاصه میشه هر انسان در دنیا در تلاش سعادت و کامیابی هست ولی مفکوره ها فرق میکنن یک تعداد نجات صرف در مال و در پول تلاش میکنه ما وقتی میگیم صرف به این معنا که عقیده و گمشدش صرف مال و ملک هست یک تعداد ای سعادت در نقشه های کاذب سیاسی تلاش میکنه یک تعداد ای سعادت در شهرت تلاش میکنه ولی ما برتان قسم یاد میکنم که والله سعادت واقعی و دنیا و آخرت صرف در دین اسلام هست ای که ما میگیم مفکوره ها فرق میکنه به این منظور که هر کس از دین یک تعریف خاص در می ذهن خود داره ولی ما و شما دین چی رقم تعریف میکنیم یکی تعریف خلاص دین هست به طور مجموع حیات پاکیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم دین کامل هست به عبارت دوم به اعتبار حال شناخت حکم الله جل جلاله و تطبیق حکم پروردگار موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام امور و ابعاد زندگی چون ما معلم هستیم به مشوی معلمی صحبت میکنیم میخوام که می ابعاد زندگی را هم برتان واضح بسازم تا جایی که ما از بزرگای خود شنیدیم ابعاد زندگی
عبادات هست، معاملات هست، اخلاق هست، معاشره هست. معاشره یعنی چی؟ برخورد نوجوان با پدرش، برخورد یک مسلمان با مسلمان، برخورد یک مسلمان با کافر در میدان جنگ، در میدان صلح، برخورد شوهر با خانمش، برخورد خانم با شوهر. و هذا القياس در اقتصاد، در قضا، در سیاست، یعنی از نظام حکومت گرفته تا به نظام طهارت. حکم پروردگار موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به اعتبار حال هم برتان تشریح میکنه، یعنی چطور به اعتبار حال یک مسلمان در مقابل پروردگارش مسئولیت داره. یک مثال بسیار ساده، روز جمعه است، یک نوجوان میخواه که نماز جمعه را ادا کنه، ولی میبینه که نیم ساعت هنوز به نماز مانده. قرآن کریم میگیره، تلاوت شروع میکنه، آنقدر دی تلاوت غرق میشه که بالاخره یک بجه وقتش پوره میشه. امام بیان هم شروع میکنه و خلاص میشه. موقعی است که مؤذن اقامت میگه، ولی دم تلاوت خود مصروف هست. بالاخره صفها درست میشه، تکبیر تحریمه گفته میشه، ولی خوش تلاوت میکنه. آل یک بنده خدا در شانش دست میمانه، آقا جان تلاوت کاری خوب است، ولی آل موقعش نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما المؤمن کیس فتن. مسلمان باید بسیار دانشمند، زیرک، هوشیار و موقع شناس باشه. هر لحظه درک بکنه که می لحظه ما در مقابل پروردگارم چی رسالت و مسئولیت دارم. یک مثال دیگه، یک صحابی هست، روز عروسیش است، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بلال حبشی که مسئول بیت المال بود برش گفت که یک مشت پول به این صحابی بده، بره بازار بر خود سودا بخره. او وقت برادر وقت یک صحابی روز ولیمیش می بود، زندگی بسیار ساده بود، اسباب ولیمه یا روغن بود یا خرما بود یا پنیر، مثل امروز واره شکلش بسیار فیشنی نبود. موقعی که صحابی پول میگیره به طرف بازار میره، ایجا یک آواز دهنده به صدای بلند صدا میکنه. دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ای آیه مبارکه را تلاوت میکنه، این فرو خفافا و ثقالا، برای این درای پروردگار که نفیر عام هست، جهاد هست، اگر ریش سفید هستی یا جوان هستی، سبکبار هستی، سنگین بار، برای درای خدا. این نوجوان خروز عروسیش است، همین لحظه میخواه که سودا بخره، ولی کت خود محاسبه میکنه. نکاح و سنت هست و جهاد فرض عین هست. بالاخره پول دست داشته را بر خود یک شمشیر و زره میخره، فورا به میدان جهاد میره تا بالاخره به مقام شهادت میرسه. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر. موقعی که جهاد ختم میشه، جسد شهدا را جمع میکنه، به اختیار نگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف جسد صحابی میفته، اشک از چشمایش پایین میشه. متعاقبا نبی علیه السلام چشمای خود پوت میکنه و در آخر یک تبسم میکنه. صحابه کرام برش میگه یا رسول الله، پدر و مادرهای ما قربانی تو شوه، ما در یک موقع سه منظره را دیدیم، امی راز برای ما بگو. نبی علیه السلام فرمود اشک به خاطر از چشمای پایین شد که امروز روز عروسی نوجوان بود و سرانجام به شهادت رسید، ولی چشمای ما به خاطر پوت کدم که پروردگار جل جلاله امو منظره را برای من نشان داد که
حور عینایی را با کمال محبت برهنه با آغوش کشید. و او صحنه را هم الله جل جلاله بر من نشان داد که این نوجوان در جمعی از فرشته ها داخل جنت شد. برادرای عزیز، ای هست یک نوجوان نمونه زندگی یک نوجوان آگاه. پروردگار جل جلاله همه ما شما را بیدار بسازد. برادرای نهایت گرامی، یقینا اسلام بر فردان پیام داره، برای خانواده و جامعه هم پیام داره و به تمام مسلمانای جهان پیام داره. پروردگار جل جلاله می فرمه: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. مفهوم آیه مبارکه هست کسی که حکم پروردگاره موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روشنی ایمان قوی، اگر مرد باشه یا زن باشه، عمل بکنه، پیش از این که مرگ به سراغ آدمی بیاید، فلنحینه حیاتا طیبه، پروردگار جل جلاله می فرمای ما بهترین زندگی امن و خوشی و آرامی را برش نصیب میکنه. جناب ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک صحابی جلیل القدر هست و از جمله اعضای، یعنی از جمله اصحاب صفه هست. اصحاب صفه دیروز اگر ما امروز او را ترجمه کنیم، یعنی اصحاب صفه تعدادش بین 70 و 80 و چند، یک مجموعه از صحابه کرام بود که هر لحظه برای قربانی آماده بودند. مثل که امروز ما و شما یک اصطلاح داریم به نام قطعه منتظره، هر جا که حادثه باشه فورا خدا میرسانه. در آخره یک اصطلاح دیگه است به نام واکنش سری. ی اصحاب صفه هر لحظه برای قربانی آماده بودند برای دعوت و جهاد، ولی یگان نفر فقر و فاقه چنان بالایشان غالب میشد که وقتی برای نماز صف میکشیدن، نیم صف از دست گرسنگی و فاقه به زمین میفتاد. ابو هریره رضی الله عنه در صحبت پیامبر خدا بسیار حریص بود، منظم و مسلسل جملات مبارک نبی علیه السلام نشته میکرد. وقتی نبی علیه السلام فهمید که ای به جمع‌آوری حدیث بسیار حریص است، برش گفت ادنو یا ابا هریره، پیش بیا نزدیک شو. وقتی ابو هریره صاحب نزدیک شد، گفت خلطه تام پیش کو. دو شش دانه خرما را انداخت. گفت ابا هریره تا که زنده است از این نوشیجان که الله دهی برکت من نازه، انشاءالله که خلاص نمیشه. مهمان ابو هریره صاحب قسم میکنه، والله یک شب ما با ابو هریره میمان شدم، هر دوی ما از این خلطه خرما را میکشیدیم تا ای که ما سیر شدم و تعداد خسته ها را که حساب کردم به 50 رسیدم. و میفهمین این خلطه چی وقت ناپدید شد؟ روزی که جناب حضرت عثمان سے به شهادت رسید، باز این خلطه هم گم شد. حضرت ابو هریره سب فریاد میکشید لناس غم ولی غمانه، مردم خو یک غم داره که امیر المومنین به شهادت رسیده، و غم ما خو دو غم است که امیر المومنین هم به شهادت رسید و او امانت را که پیامبر خدا به ما سپرده بود هم امروز گم شد. ولی ابو هریره سب با وجود که بسیار فقیر بود، ولی می گفت که من نسبت به عبدالرحمن ابن عوف که یک صحابی سرمایدار بود، تاجر بود، در تاریخ می که احیانا وقت کاروان تجارتیش به مدینه منوره می رسید، شطور اولش در مدینه منوره و شطور آخریش در سرزمین شام بود. ولی ابو هریره سب به اطمینان می گفت والله ما از حضرت عبدالرحمن ابن عوف کده بسیار با سعادت هستم. چرا؟ ما از نبی علیه السلام شنیدیم که فقرا نسبت به غنیا نیم روز پیش به جنت داخل میشه، یعنی ما 500 سال پیش از عبدالرحمن ابن عوف داخل جنت میشم و خوش و آرام بود. برادر امروز خو معیار سعادت فرق میکنه. یک تعداد فکر میکنه اگر ما بسیار سرمایه دار بودم
شاید من بسیار آرام شوم. ولی خوشی کدام خوشی هست که انسان به محال قناعت بکنه مثل ابو هریره رضی الله تعالی عنه. قرآن با خانواده و جامعه هم پیام داره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم محیط و منطقه دیندار شدند، یگانه هدفش صرف ذات الله شد و تقوا را اختیار کردند، ما تمام خزانه های زمین و آسمان را بروخش باز میکنیم. ناره تکبیر الله، ناره تکبیر الله، ناره تکبیر الله. یک صحابی داستان بیان میکنه، قسم به خداست وقت در دوران خلافت حضرت عمر سب فارس و روم سقوط کرد و خزانه های فارس و روم به قدم صحابه کرام ریخت. هر یکی ما آنقدر مالدار و سرمایه‌دار شدیم، اگر پروردگار جل جلاله بر ما 7 قرن عمر میداد و شب و روز به خاطر تلاش دنیا کار میکردیم، اینقدر مال و ملک ما پیدا کرده نمیتونستیم. میفرما که در دوران خلافت حضرت عمر سب، یعنی در خزانه آنقدر دانه های قیمتی انبار شده بود، اگر 7 نفر مثل حضرت عمر سب که قد بلند بود سر به سر استاد می شد، از پشت کوت جواهرات دیده نمی شد. ولی صحابه با وجود ازی چون تقوادار بودن از مال دنیا مستغنی بود. میگه جالب ای هست، روز که فارس سقوط کرد، راجع به کلاه امپراتور فارس حکایت میکنه. پیش ازی که فارس سقوط کنه، یک فرد میرفت به مو حکومت فارسی ها و از همه جالبی بود که کلاه امپراتور فارس 500 کیلوگرم وزن داشت و ای از طلای خالص بود. شاید شنونده باور نکنه ای گپه، در تاریخ می، ولی کلا در سر امپراتور نبود، ای توسط تارهای بسیار باریک در هوا معلق بود و تخت امپراتور را طور گذاشته بودند وقتی یزدگرد به تخت می شیشت می سرش به کلا برابر می شد. بیننده فکر می کرد می کلا را خلبت سر کرد. میگه روزی که یزدگرد به خراسان فرار کرد، والله امو کلایش بسیار بی اهمیت در جمع غنایم افتاده بود و صحابه کرام مثل که امروز اطفال ما در می کوچه ها پی پی کنه روغنه به می پای میزنه و میزنه و میزنه، امی رقم کلای امپراتور در جمع از خیرمن غنیمت انداخت. مگزی که در جالبشی هست که یک صحابی یک صندوقچه را برای امیر غنایم آورد و پوزش پیچیدگی بود، گفت که را هم بگی. وقت امیر غنایمی صندوقچه را خلاص کرد که ای تمام خیرمن غنایم یک طرف، ولی در بین این صندوقچه دانه های بسیار قیمتی دیگه طرف. برگفت او نوجوان، در این چیز نقصان نکرده باشی، از این دانه ها چیز نگرفته باشی. او پس اسب خود روخش دور داد، گفت میفهمی، والله بخاطر ترس خدایی را برات آوردم. اگر ترس خدا در دل من نمی بود، قسم به خدا اسکی را برات نمی آوردم. امیر غنایم گفت خدا خو معرفی که تو کی هستی؟ گفت من خدا برات معرفی کنم که در هر مجلس یاد مرا کنی، والله مرگ سرت خواهد آمد ولی مرا نخواهد شناختی. پس اسبش حرکت کرد. امیر غنایم یک نوجوان گفت تعقیبش کو که کی هست. وقتی او تعقیبش کرد در خیمه در آمد، پسان معلوم شد که حضرت عامر رضی الله تعالی عنه بود. وزی که در جالبی که یک صحابی آمد، تاج امپراتور در دستش بود، قیمتترین مال غنیمت. وقتی حضرت سعد می وقاص کی را دید بسیار خوش شد، به دست یک نفری را داد، گفتی را پیش حضرت عمر سب ببر و خوشخبری و بشارت فتح الفتور هم برش بده. او مرد نابلد بود. موقعی که به مدینه منوره رسید گفت این امیر المومنین، امیر مومنین کجا هست؟ وقتی برش نشان داد، ایتاج بینوان خوشخبری برش داد. حضرت عمر سب سخت عشق ریخت و برش گفت الذين ادوا هذا لا امنا، یقینا آنهایی که ای امانت تا
تامر رساندن یعنی قینند که مردم بسیار امانتکار هست. از این که جالب بشی که اولاد امپراتور فارس با تمام شهزاده هایش یعنی اکثر شهزاده هایش اسیر شد و ایره پیش روی حضرت عمر سباورد. حضرت عمر سباورد گفت کیف حالکم؟ چطور تان است؟ به اسلام روز چطور استین؟ حالتان چطور است؟ بچه یزدگرد برای گفت از حال ما چی پرسان میکنی؟ خب کل ما زنجیر و زولانا پیش روی تستاد استیم. حال ما خو وقت حال بود که ما از شرم سر شما حکومت نمیکردیم. جزیره عرب و ولسوالی یمن بود و یمن تحت تأثیر فارس بود. روزگار خوب روزگار بود. ای خوی روز بعد از او برش گفت کمال از شما نیست. کمال از پیامبرتان است که پروردگار سر از او قرآن نازل کرد و شما با قرآن عامل شدین، پروردگار شما را سر ما مسلط ساخت. یقینا برادرای عزیز وقت ماحول و محیط اهل جامعه تقوادار و دیندار شد، پروردگار جل جلال و خزانه های زمین و آسمان بر روخش خلاص میکنه و قرآن و اسلام برای تمام مسلمان های جهان هم پیام داره. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض. وعده پخته الله هست، یکی خو وعده موتو هست که وعده خلاف هستیم، ما خام هستیم، وعده ما خام است. وعده پروردگار، ذات پروردگار ذات کامل هست، وعده شان وعده کامل هست. وعده الله هست با او مسلمانایی که ایمان در قلبش راسخ شوه و اسلام به معنای کلمه زیبا تمثیل کنه، ما قیادت تمام جهان برش میکنیم. ما وقتی میگیم قیادت تمام جهان، ای اونقا نیست. اونقا نام یه پرنده است که نامش است ولی خودش نیست، وجود فیزیکی نداره. ای که ما میگیم قیادت و خلافت اسلامی اونقا نیست که اصلا نامش بود خودش نیست. برادرای عزیز، مسلمان ها اضافه تر از 13 قرن سر فضای جهان مسلط بودند. این مسکو نیست که 14 سال ما شما را زجر داد، 2 قرن به کلی هم برای مسلمان ها جزیه دادند. 95% خاک شوروی در اختیار مسلمان ها بود. این حساب میکنیم خلافت راشده، خلافت اموی ها، خلافت عباسی ها، خلافت ممالیک، خلافت ترکیه عثمانیه. اولین خلیفه مسلمان ها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. آخری خلیفه مسلمان ها خدا آخری نسازشه، سلطان عبدالحمید. مرکز مسلمان ها در کجا بود؟ در ترکیه. بنام چی مشهور؟ اسلامبول، یعنی مرکز مسلمان های جهان. ولی استعمار ای را هم تحمل کده نتانست، ای کلمه را تحریف کرد به نام استانبول. یقینا وقتی که مسلمان ها دنیا را گرفتن، ببینین اکثر نوجوان هست برادر که به میزوق شما چند کلمه بگویم. اولین رئیس جمهور امریکا به نام واشنگتن چی میگه؟ مبارک با دست محمد صلی الله علیه و سلم، که با دست مبارک خود اولین خشت مدنیت مادی و معنوی را گذاشت. باز جمله خود تکمیل میکنه، اگر یارای محمد صلی الله علیه و سلم پیام اسلام به اروپا نمی بردن، مدنیت مادی امروز اروپا 3 قرن به تعویق می افتاد. وقتی مسلمان ها به طرف اروپا رفتن، اولین کار را که انجام داد حرکت ترجمه، مکاتب و مدارس احیا کردن. 8 قرن در پوهنتون های مسلمان ها که مواد تدریسیشان از جمله تالیفات مسلمان ها بود، استادشان مسلمان بود، 8 قرن مردم غرب با مسلمان ها یک جای در پوهنتون ها درسان. می فرمای او دورانی بود که مرکز سیاسی مسلمان ها بغداد بود، مرکز علمی مسلمان ها قرطبه بود و مرکز روحانی مسلمان ها مدینه منوره و مکه معظمه. مسلمان ها بودند که در دنیا برای اولین بار نظام ترافیک یا نظام ترانسپورت، نامش تفریق ماند، اما تفریق پریروز تریفیک امروز هست. می فرمای که در بغداد کتابخانی بود به نام بیت الحکمه، 4 میلیون اثر بکر در اوجه موجود بود. و کتابخانه دیگه در هسپانیا بود که غالبا 2 میلیون عنوان بکر در وجود داشت. در تمام دنیا امن و امان بود. ام یک واقعه را همیش بیان میکنم،
راوی نشته میکنه والله این روزگاری بود که اگر یک زائر یا یک سیاح میخواست که همی تمام جهان اسلام به چشم سر ببینه، مجبور 8 ماه شب و روز توسط اسب تندرو عربی نقل و حرکت میکرد تا تمام دنیا یا جهان اسلام به چشم سر ببینه. حضرت عمر ثانی یک جماعت را موظف ساخت که می پول زکات بگیرین، در تمام دنیا گشت کنین، هر جای که یک مسلمان فقیر پیدا کردین این پول برش بتین. می فرمای غالبا 1 سالی جماعت سرگردان بود در تمام دنیا، ولی یک مسلمان فقیر پیدا کرده نتانست. وقت اصرار میکد که پول زکات بگی، او با کمال استغنا برش میگفت برادر سعیست که پارسال من فقیر بودم، پول زکات گرفتم، الله امسال مرا غنی ساخت، خود ما زکات دادیم، ما به پولی تو هیچ نیاز ندارم. وقتی احوال برای خلیفه روان کرد، خلیفه برش گفت خی فقیر که پیدا نمیشه، توسط اینمی پول شما غلامای مسلمان آزاد کنین، باز اگر پیسه پیشتان ماند راه های عام پخته بکنید. برادر های عزیز، یقینا وقتی که مسلمان ها در دنیا به معنای کلمه ممثل دین اسلام بود، خداوند جل جلاله مسلمان ها را بلند، یهود و نصارا را ذلیل ساخته بود. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، بسیار صراحت داره یای مبارکه، شما خفه نشین، مایوس نشین، شما اعلا هستین، قیادت به دست شما هست، ولی شرط چیز این کنتم مؤمنین، بیان که محاسبه بکنیم. اگر ما و شما دعوای ایمان دارم که واقعا ما مؤمن هستیم، خیلی چرا قیادت دنیا در دست ما نیست؟ پس وقت قیادت جهان در دست ما نیست، بیان که اعتراف کنیم که او ایمان را که الله از ما میخواه، او ایمان ند قلبای ما و شما تا بالی پخته و راسخ نشده. پروردگار جل جلاله همه ما و شما را به معنای کلمه مؤمن بگردانه. برادرای عزیز، خیره راه نجات در چی هست؟ ببینیم در حیات پاکیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسجد نبوی، استادای گرامی خو یک مدرسه است، همیش براتون گفتم مسجد نبوی تنها مسجد نبود، دیگر هم رای نوجوانا صحبت میکردیم، مسجد نبوی هم مسجد بود، هم مدرسه بود، هم پوهنتون بود، هم قصر سلام خانه بود، هم شفاخانه بود و هم زندان بود. ولی ظاهرا تعمیرش بسیار ساده، تو کانکریت نبود، شاخهای خرما را سرش انداخته بود، احیانا که باران میشد زمین آنقدر مرطوب میشد وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سجده میکرد، یک توتگل به پیشانی مبارک بلند میکرد. 9 سال در مسجد نبوی چراغ روشن نشد. اولین صحابی که چراغ روشن کرد حضرت تمیم داری رضی الله عنه بود. نبی علیه السلام آنقدر خوش شد، برش گفت که ای تمیم، با خدا باور کن که من دختر ندارم، اگر من دختر می داشتم حتما برای تو به نکاح می دادمش. راوی نشته میکنه پیش ازی که فضای مسجد نبوی به نور مادی روشن شود، تمام جزیره عرب به نور هدایت روشن شده بود. یعنی ظاهرا تعمیر مسجد نبوی خام، ولی هستی هایی که در صحبت پیامبر خدا تربیت شدند بسیار مردمای پخته بودند. خداوند ما شما را هم پخته بسازد. هر زیست که امت پیامبر خدا در مسجد نبوی ساخت، فضای مسجد نبوی فضای بسیار نورانی بود. به مجرد که غیر مسلم می آمد، در چند لحظه محدود در زندگیش اگه انقلاب می آمد. و صحابه کرام مطالب را که از پیامبر خدا می آموخت، عین فضای ایمان به خانه خود منتقل می ساخت. یعنی خانه های صحابه کرام هم ایمان ساز بود و فضای بازار هم ایمان ساز بود. پروردگار شاهد است، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در امت رسول الله صلی الله علیه و آله هستی های موجود است که هیچ وقت تجارت و کاروبارشان مزاحمت عبادت و نمازشان نمی کنند. معلوم میشه که هر 3 محل محل ایمان بود. خب بیان که مقایسه کنیم امرای حیات فیلی خود، برادران ناراض نشه، یک درد از بیان میکنیم. امروز الحمدلله تا جای مساجد ما نورانی هست، ولی 100% نورانی نیست.
یک جماعت دعوت از اون مرزهایی که یهود و عربها یک جای زندگی میکرد عجیب یک خبر آورد. گفت ما که به اون محل و منطقه رسیدیم به یک مسجد رفتیم، یک مؤذن آذان گفت ولی از امام هیچ خبری نبود. منتظر برآمدیم، اون مؤذن گفتیم او برادر حال امام کجاست؟ مردم منطقه کجاست؟ نماز خود اگر قضا میشه کی برای ما نماز میتن؟ میگه مؤذن برش خنده کرد که ما یک یهودیستم، مسلمان های منطقه برای ما تنخواه میده که فقط تو آذان بگو، گناه داره مسجد باشه و مؤذن نباشه، هیچ دیگه نماز دیگه پا نیست. میگه سخت ناراحت شدیم. دمی حالت ناراحتی و یهود در سر شانه ما دست ماند که فعلا دوران ترقی ما، دوران صعود ما هست و دوران نزول شما هست. میگه ما پرسان کردیم که می دوران صعود و ترقی ما چه وقت شروع میشه؟ میگه گفت وقتی که در موقع خفتن و صبح مساجدتان آنقدر نمازگزار پیدا کنه مثل که در روز عید و روز جمعه هست. خفتن و صبح، چرا خفتن و صبح سر مسلمان ها بسیار تکلیف است، نمی آیند به مسجد. وقت خفتن و صبح مساجدتان آنقدر آباد شد مثل که روز عید و روز جمعه است، مطمئن باشین که باز دوران صعود شما شروع میشه. یعنی عرض میز برادرای محترم که تا جای فضای مسجد ما نورانی هست ولی در خانه های ما او فضا نیست. متاسفانه که امروز ما اشغال شدیم و ما در مقابل یک تهاجم بدنام فرهنگی قرار داریم و یقینا اطلاعات تمام جهان منحصر به یهود هست و یهود سرمایه‌دارترین قوم دنیا هست. ما امروز میبینیم که از طریق تلویزیون های ما چقدر برنامه های ایمان سوز نشر میشه. امروز اگر برای یک نوجوان ما این محول و محیط نه، خداوند از این راضی شه، ما خوش هستم، ولی دور از این اگر از یک نوجوان پرسان کنی که آقا جان حضرت مصعب بن عمیر میشناسی؟ بیچاره معصومانه سنت سعی میکنه، یعنی جوابش ایست که متاسفانه نه. آیا خالد بن ولید میشناسی؟ متاسفانه نه. ولی اگر از اون نوجوان قهرمانای کاذب سینمایی را پرسان کنی فورا میگه بله. ما خو نوجوانا را ملامت نمیکنیم، ملامت خو ما هستیم برادر. خدا میفهمه او کارش کی فکایی است یا واقعیت داره. خو من شنیدم، مگر عجیب یک گپ است، میگه که یک ژورنالیست به پوهنتون کابل آمد و امرای یک نوجوان طولانی مصاحبه کرد. این ژورنالیست ها خواده دارد آخر باز از پیشش پرسان میکنه برادر به چی علاقه داری؟ اون نوجوان برای گفت که با هنر سینما. گفت در بین قهرمانای سینمایی کدامی که شه بسیار دوست داری؟ نام یک هندوی قدرازه برش گرفت. گفت راجی به او چقدر میفهمی؟ گفت آنقدر زندگیش مطالعه کردیم که فرنی را بسیار دوست داره. بعد از او از پیشش پرسان شد که راجی به سید جمالی نرخان چی نظر داری؟ او را چقدر میشناسی؟ میگه شانای خدا چملو کرد که ولی از خارجی ها چندان خوشم نمیه. این سطح فرهنگی نوجوانای ماست. به هر صورت فضای مسجد قسم نورانی، فضای خانه ما برادر ایمانسوز هست، فضای بازار ما ایمانسوز هست. امروز یک نوجوان، یک طفل از پدر خود یک در پا میگره، پدر جان مکتب میرم، یک در پا خمره بده که آیسکریم میخورم. پدرم برش یک دهی میده. وقتی دوکان آیسکریم میره عین فضایی که در خانه شو سوجم برادر تیار تلویزیون ماندگیز فیلم، ای بچه بالاخره آیسکریم ها میلی سوت سایلی و فیلم ها میکنه. بعد از اون مکتب میره. برادر ما استاد ظاهر دایی خو معلم هستیم، یک درد از خدا نخواسته غیبت نشه. تا جایی که یاد من میاد من در مکتب بودم، وقت ساعت سپورت میشد معلم صاحب سپورت برای ما میگفت او بچه متوجه باشن که سبا ساعت سپورت از پشت گوشتان چرک نباشه، لباستان صفا باشه، مگر هم یک خواندن و دو تا فکایی یاد بگیریم. ما فکر میکردیم که یک خواندن و یا دو فکایی یاد گرفتنی جز مسئولیت یک شاگرد است. خانه که میامدین پدر و مادر ما را سرزنش میکرد. و جالب چی بود؟ وقتی روز معلم تجلیل میشد، ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما انما بعثت معلما
ما به حیث یک آموزگار برانگیخته شدم. هدف ما چی هست؟ لأتم ما مکارم الاخلاق، تا اخلاق در زندگی امت ما رنگ بیارن. ولی نوجوانا چون متاثر از امو چهره های کاذب سینمایی است، فکر میکنه استاد به این خوش میشه، باز یک پوستکارت بچه فیلم میگیره پسرش نشته میکنه استاد محترم روز معلم به شما تبریک میگم، و معلم سبم با کمال تشکری و کارت از پیشش میگیره. این هست حالت جامعه ما و شما. ما و شما که امشب ایجا برادر آمدیم، خود ما نامدیم یک درد ما و شما ایجا را کشانده. چطور شد برادر که فرد اصلاح شد، الله مو وعده را برش بده. جامعه ما اصلاح شد، الله مو وعده خود پورا کنه. مسلمانای جهان اصلاح شد، الله مو قیادت برش بده. او رو صحبت شد در پوانتون. یعنی خاطره بسیار بد ما هست. ما وقت نام سید جمال الدین افغان هم میشنیدم، این نابغه شرق است. ما گفتم خیلی اول نمره است در بین نابغه های شرق، اول نمره است، بسیار ذکی آدم است، آیکیوش بلند است. یک وقت کم کم خدا مرا فکر داد، بعد از اوش ناختم. نه، در سینه سید جمال الدین افغان یک دردی بود که باید قیادت اسلامی در تمام دنیا حاکم شود به نام پان اسلامیزم. بعض مردم های ساده سر آقای سید اعتراض میکنه. در دوران امیر شرعلی خان که افغانستان در شرف مستعمره شدن بود، او ناجوانی کد ملک ایلا کد، ولی دردی که در سینه سید جمال الدین افغان بود او در تمام دنیا جای نمیشد. در اکثر نقاط دنیا نقل و حرکت کد، مردم بیدار ساخت. با بیداری و مجاهده سید جمال الدین افغان الحمدلله حرکتایی که امروز در دنیا پیدا شده، امید است که پس مسلمان ها به طرف دوران خلافت برند. امیسه اصطلاح را برتان میگم، زیاد پرحرفی نمی کنم. شما خود میفهمین برادر که 13 قرن مسلمان ها سر دنیا، سر جهان برادر حاکم بودن. در سال 1922 چیره کثیف استعمار ظهور کرد و استعمار خوی عادتش است. پیش از اینکه یک کشور اشغال کنه یا ضمناً که اشغالش کرد، تهاجم فرهنگی، برنامه های ایمانسوز. این نوجوانا که این شکل غرب دیدن که بسیار لکس است، فکر کرد که مفکوریشان بسیار لکس است، به غرب یکمه که گرایش پیدا کنند. سه اصطلاح غرب گرایی. در مرحله اول نوجوانای مسلمان در دنیا به غرب گرایش پیدا کنند. وقت غرب آرمان خود ساخت، بعدا مرحله غرب زدگی شروع شد که یگانا آرمان و آیدیای نوجوان مسلمان دیگه غرب بود. این موقعی است که سید جمال الدین افغان در تمام دنیا نقل و حرکت کرد، این مرحله غرب زدگی را به مرحله غرب ستیزی تبدیل کرد. امروز الحمدلله در دنیا بیداری هست. استاد وردک قبلا غالبا 30-40 سال پیش استاد ماست به مصر رفته بود، یک چند وقت پیش باز به مصر رفت. گفت یک وقت در پوانتون قاهره 96% دخترها به حجاب بود، و امروز الحمدلله که 98% دخترها با حجاب هستند. در ترکیه برادر آهسته آهسته یک انقلاب می، مصر خود شما شاهد هستین، و امروز دمی کشورهای اسلامی که حرکت به وجود آمده، دعا کنین که قیادت از این بدست باطل نفته. به این خاطر برادرای عزیز، ما شما انشاءالله شروع میکنیم اول به اصلاح فرد. بین که برادر در مسجد خود عموتو نوجوانا را جمع کنیم، برش فکر بتیم. در خانه خود فضای تعلیم، به نظر من الرحیق المختوم بسیار کتاب مناسب هست. اولادای ما با زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنا شود، زندگی جهادی صحابه کرام بفهمه، کارنامه های علمیش بفهمه، اخلاق و سیرتش بفهمه. به هر صورت اینمی فضا آهسته آهسته به مکتب و پوهنتون و بازار مبارزه کار داره. خداوند جل جلاله به همه ما و شما توفیق نصیب بکنه، دعا میکنیم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. پروردگار جل جلاله این مجلس ما را قبول بفرما. ای پروردگار جل جلاله، امی برادرای که فعلا در این مسجد تشریف داره،
و در خانواده های جنجال های ناحق فامیلی هست. ای پروردگارا به لطف و کرمت ای فضا را به یک فضای صلح تبدیل بکن. ای پروردگارا در این خانواده های ما که محرومیت هست، قرضداری هست، مشکلات اقتصادی است، فضا را به رفاهیت تمام کن. ای پروردگارا برای مریضا صحت بده و او انسان های بیگناهی که از دست استعمار که مثل مار و گژدم در کشور ما ظاهر میشن، ای پروردگارا اونا را از سلول زندان خلاص کن و نجات برش بده. ای پروردگارا این اشغالگرایی که به کشور ما آمده در حیات ما اونا را ذلیل و رسوا بساز. ای پروردگارا در تمام دنیا مسلمان را اعلا و کامیاب بساز. ای پروردگار ای چهره کریه و کثیف استعمار در تمام دنیا با شکست مواجه بساز. در انتها ای پروردگار امو عزت از دست رفته مسلمان ها را بار دیگه اعاده بکو و چنان یک خلافت و یک حکومت که در چتر ای خلافت نه تنها مسلمان ها در امن و در عزت و در شرف و در رفاهیت زندگی میکنه بلکه کفار هم مسکون بساز. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. برادر تو راست که میگه پی باطل سر هیچ بحث نمی کنیم. گپ ازو به معنای کلمه غلط هست. ما خدمت شما عرض کردم که یکی خو همین مرحله غربگیرایی و غربزدگی هست، یعنی می خوده دموکراسی یک اصطلاح سیاسی هست و هیچ وقت سید جمال الدین افغان حتی راجع به سید میگه که او یک ماسونی بود به این منظور که او در خدمت یهود بود. شما میفهمین رو با کی سبز بس خلاص چرا کارتون های نبی علیه السلام کشیدن؟ بخاطر که امروز در جهان غرب روز مره مردم تاب به صدها نفر به اسلام مشرف میشه. به نام میسی هم بچی ما گفت که مشهورترین فوتبالر جهان او روز به اسلام مشرف شد و فردا میگه اولین روز است که به خیر روزه میگیره و غالبا امروز روز هفتم روزی شد. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. ای به خاطر است که کارتونا را چرا کشیدن که مردم جهان اهل مطالعه است و سرانجام سر پیامبر خدا اعتماد دارند. روز مره به صدها نفر به اسلام مشرف میشه. چطور جهان راجع به پیامبر خدا به اعتماد بسازیم؟ آقای سید که تمام دنیا را بیدار ساخت و به نام پان اسلامیزم، یعنی دوباره به خاطر احیای مجدد خلافت، ای که امروز نوجوانا بیدار است، چطور می پیام آقای سید در انظار عامه بیکار بسازه؟ متوجه هستین؟ ای همش در حقیقت تبلیغاتی سوز که راضی به شخصیت سید جمال الدین افغان. غرد یا شبر الایمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد یا شبر الایمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،